سلام به دوستداران فیلم و سریال، به کانال نیکس مووی خوش اومدین. شرمنده که چند روزی نبودیم، امروز براتون بیوگرافی مهران مدیری، بازیگر، تهیه کننده و کارگردان مطرح ایرانی رو براتون آماده کردیم. پس این ویدیو رو از دست ندین. اما قبلش حتما سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. مهران مدیری، کارگردان و بازیگر معروف سینما و تلویزیون، در 18 روز از فروردین ماه سال 1346 در تهران متولد شد. او علاوه بر بازیگری و کارگردانی در زمینه‌های دیگری مثل خوانندگی، مجریگری، طراحی صحنه و لباس، مجری طرح، صداپیشگی و تهیه کنندگی فعالیت دارد. مهران مدیری از پدر و مادری عراقی در یکی از مناطق جنوبی تهران به نام میدان بورجردی در آسیا عبدالله به دنیا آمده است. مهران فرزند آخر خانواده است و سه برادر بزرگتر از خودش دارد. آقای مدیری سال هاست ازدواج کرده و دارای دو فرزند به نامهای شهرزاد و فرهاد می باشد. فرهاد مدیری که متولد 18 اردیبهشت 1370 است، در هنرستان موسیقی درس خوانده و برای ادامه تحصیل به خارج از ایران رفته است. او هم در چهره و هم در شوخ‌طبعی به پدرش رفته است. او اهل ورزش‌های رزمی است و اهل دفاع شخصی. با پدرش هم بیلیارد بازی می‌کند، با هم کنسرت نیز زیاد می‌روند. فرهاد با اینکه در پشت صحنه های پدرش زیاد چرخیده، اما تنها یک بار در برنامه جنگ 77 جلوی دوربین رفته و نقش بچگی پدرش را بازی کرده است و علاقه چندانی به بازیگری ندارد. شهرزاد مدیری فرزند دوم خانواده و متولد 1376 است. او در رشته مد و طراحی لباس درس می‌خواند و علاقه به حرفه بازیگری ندارد، اما در حوزه نقاشی و موسیقی نیز فعالیت می‌کند. شهرزاد مدیری شباهت فوق‌العاده‌ای به پدر خود دارد. او پیش از این چندان در رسانه‌ها حضور نداشت تا اینکه در اکران خصوصی فیلم سینمایی ساعت 5 عصر همراه با پدرش در مقابل دوربین عکاسان حضور پیدا کرد. وی به این شکل توانست فعالیت خود در حوزه مد را بر سر زبان‌ها بیاندازد. آغاز فعالیت هنری مهران مدیری. مهران مدیری بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه شد، ولی به خاطر علاقه‌اش به بازیگری دانشگاه را نیمه رها کرد و وارد دنیای هنر شد. او در سال 1368 کار در رادیو را آغاز کرد و به مدت 6 سال در داستان شب مشغول کار گویندگی بود. ورود به دنیای بازیگری. مدیری در سال 1372 با بازی در مجموعه طنز نوروز 72 وارد عرصه بازیگری شد و توانست به شهرت برسد. این مجموعه طنز در سال 1372 توسط داریوش کاردان ساخته شد و در ایام نوروز روی آنتن تلویزیون رفت و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد. فریبا متخصص، ارژنگ امیر فضلی و مرحوم داوود اسدی از دیگر بازیگران این سریال طنز بودند. مهران مدیری در همان سال با بازی در فیلم سینمایی دیگه چه خبر، بازی در سینما را با فیلمی از تحمین میلانی تجربه کرد. مهران مدیری با بازی در سریال باغ گیلاس اولین نقش جدیش را در تلویزیون بازی کرد و توانست مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. این سریال در سال 1372 ساخته و در سال 1373 از تلویزیون پخش شد و با استقبال خوبی از سوی مردم روبرو شد. داستان باغ گیلاس زندگی دو برادر به نام‌های محسن با بازی مهران مدیری و امیر با بازی عبدالرضا اکبری را روایت می‌کند که یک باغ به آنها به ارث رسیده و به خاطر اختلاف سلیقه
در چگونگی استفاده از آن مقابل یکدیگر قرار می گیرند. جمشید مشایخی، نیکو خردمند و دانیل حکیمی از دیگر بازیگران این سریال هستند. او در همان سال مجموعه طنز پرواز 57 را ساخت و قدم در دنیای کارگردانی گذاشت. این مجموعه تلویزیونی طنز در سال 1372 ساخته و در دهه فجر همان سال از شبکه اول سیما پخش شد. مهران مدیری علاوه بر کارگردانی به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این مجموعه حضور داشت. رضا عطاران، نادر سلیمانی و نصرالله رادش از دیگر بازیگران این مجموعه طنز بودند. مدیری بعد از موفقیت در سریال پرواز 57 در همان سال دست به ساخت سریال دیگری با عنوان ساعت خوش زد. این سریال طنز زمینه ورود و معرفی بسیاری از بازیگران را در عرصه طنز فراهم آورد. ساعت خوش در سال 1373 ساخته و از شبکه اول سیما پخش شد. مهران مدیری علاوه بر کارگردانی به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این مجموعه حضور داشت. حمید دولایی، رضا عطاران، رضا شفیعی‌جم و نادر سلیمانی از دیگر بازیگران این مجموعه طنز بودند. پخش مجموعه ساعت خوش در اوج خودش متوقف شد، طوری که عوامل و بازیگران این سریال را هم شوکه کرد. مهران مدیری بعد از این سریال برای مدتی ممنوع التصویر شد. مدیری پس از آن در مجموعه های طنز زیادی از جمله سال خوش، نوروز 76، جنگ 77، ببخشید شما، پلاک 14، 90 شب، طنز 80 و سریال دردسر والدین به فعالیت پرداخت. مدیری در سال 1381 مجموعه تلویزیونی پاورچین را ساخت و توانست بار دیگر مخاطبان زیادی را به خود جلب نماید. پیمان قاسم‌خانی سرپرستی نویسندگان این سریال را به عهده داشت. سریال درباره مردی به نام فرهاد برره‌ای است که برای تحصیل به تهران آمده و با مهتاب ازدواج می‌کند و داماد سرخانه می‌شود. جواد رضویان، محمد رضا هدایتی و سحر زکریا از دیگر بازیگران این مجموعه طنز هستند. مدیری در سال بعد، یعنی در سال 1382، طنز نقطه چین را برای پخش از شبکه سوم سیما ساخت و با استقبال خوب مردم روبرو شد. رضا شفیعی‌جم با بازی در نقش بامشاد باعث شهرت این سریال شد، طوری که بیشتر مردم این سریال را با نام بامشاد می شناختند. مهران مدیری همانند کارهای قبلی خود به عنوان کارگردان و بازیگر نقش اصلی حضور داشت و نقش اردلان پشندی را ایفا کرد. سعید پیردوست، سیامک انصاری و محمد رضا هدایتی از دیگر بازیگران این مجموعه هستند. مدیری بعد از ساخت سریال دردسر والدین در سال 1384 طنزی متفاوت به نام شبهای برره را کارگردانی کرد. این مجموعه تلویزیونی درباره روستای خیالی به نام برره است که هر بار اتفاق جدیدی برای ساکنان آن می افتد. سریال مرد 2000 چهره در سال 1388 آخرین سریال مهران مدیری برای تلویزیون بود و بعد از آن فعالیت خودش را در سینما و سینمای خانگی ادامه داد. این مجموعه تلویزیونی در ادامه سریال مرد 1000 چهره ساخته و در 13 قسمت در ایام نوروز از شبکه سوم سیما پخش شد. مهران مدیری علاوه بر کارگردانی این اثر به عنوان بازیگر اصلی در این سریال حضور داشت. مهران مدیری در سال 1392 به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال های برره و مرد 1000 چهره انتخاب شد و به همین خاطر بعد از 6 سال دوری از تلویزیون در برنامه 3 ستاره احسان علی خانی حضور پیدا کرد. در این برنامه مهران مدیری درباره بازگشت خود به تلویزیون صحبت کرد و گفت به 3 دلیل به تلویزیون برمیگردم.
من فرزند تلویزیون هستم و عمده زندگیم و همچنین مهمترین آثارم رو در تلویزیون انجام دادم و هیچ وقت نمیشه از تلویزیون رفت و بر نگشت. شبکه نمایش خانگی قابل مقایسه با تلویزیون نیست، برای اینکه من یک مخاطب 70 میلیونی رو عوض کردم با یک مخاطب 3 میلیونی که این منو آزار داده تو این سالها. برای اینکه احساس میکنم مردم به شدت نیاز دارن به حال خوب، خنده و به این لحظات شاد، و این تنها کاریه که از دست من برمیاد و فکر میکنم وقتش رو برگردم و این وظیفه رو انجام بدم. برنامه دور همی در اواخر سال 1394 تولید و با اجرای مهران مدیری در ایام نوروز 95 از آنتن شبکه 5 پخش شد. در ابتدا مهراب قاسم خانی کارگردانی این مجموعه را به عهده داشت، ولی از قسمت 13 به بعد بنا به دلایلی کارگردانی آن به مهران مدیری سپرده شد. مجموعه دور همی همانند تئاتری است که هر بار حدود 300 نفر تماشاچی به طور زنده آن را تماشا می کنند. هیولا عنوان تازه ترین سریال مهران مدیری است که فیلمبرداری آن در سال 1397 آغاز شد و از اردیبهشت سال 1398 در سینمای خانگی توزیع شد. پیمان قاسم خانی در این سریال سرپرست نویسندگان است. مهران مدیری در این سریال علاوه بر کارگردانی در نقش کامران کامروا به ایفای نقش می پردازد. فرهاد اصلانی، شبنم مقدمی، گوهر خیراندیش و سیما تیرانداز از دیگر بازیگران این سریال هستند. هیولا قصه خانواده‌ای به نام شرافت را روایت می کند که می خواهند همانند اجدادشان شریف بمانند، ولی در اوضاع اقتصادی این روزها شریف بودن کار دشواری است و از سوی نسل جدید به جای شرافت از خانواده‌شان رفاه و آسایش می خواهند. این بود از بیوگرافی کامل و دقیق مهران مدیری، یکی از بهترین بازیگرهای تاریخ ایران. ممنون که با ما بودین. حتما سابسکرایب کنید و تا یه ویدیو دیگه از نیکس مووی. خدا نگهدار.